یک روز مانده به آزادی 477 فلسطینی از زندان‌های اسرائیل، اغلب مناطق فلسطین‌نشین شاهد جشن و پایکوبی مردم است. به جز رام الله، بستگان شماری از زندانیان فلسطینی که قرار نیست آزاد شوند، عکس عزیزانشان را در دست گرفتند. آنها از این که اکثر زندانیانی که آزاد خواهند شد از اعضای حماس هستند و نه از اعضای جنبش فتح ناخشنودند. در بین کسانی که قرار است روز سه‌شنبه آزاد شوند، نام یک زن اوکراینی هم دیده می شود. او به جرم مشارکت در یک حمله انتحاری در 9 سال قبل در اسرائیل زندانی است. مادر همسر فلسطینی این زن می گوید وقتی خبر آزادی قریب الوقوع او را شنیدم می خواستم بال در بیاورم. از شوهرم خواستم که به نوه من بگوید مادرش آزاد خواهد شد. همسر فلسطینی این زن اوکراینی البته همچنان در زندان‌های اسرائیل خواهد ماند. دختر 10 ساله او که منتظر دیدار مادرش است میگوید از وقتی که یک نوزاد 8 ماه بودم مادرم را ندیدم. از شنیدن خبر آزادی او خیلی خوشحالم. مروان برغوسی یکی از سرشناس‌ترین رهبران فتح و انتفاضه از جمله کسانی است که قرار نیست آزاد شود. او که به 5 بار حبس ابد محکوم شده از طریق وکیلش از مبادله اسرا انتقاد کرده است.